افزایش قتل‌های مرموز در پروان، افراد ناشناس گلو یک مرد 60 ساله را در شیخ علی بریدند. جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی میگویند به نیروهای طالبان در کابل و لغمان حمله کردند. گاردین: پس از بیکار آمدن طالبان، خودکشی زنان در افغانستان افزایش یافته است. و بالاخره قصابان کابل نشین کشته شد. مشروع خبرها. منابع محلی در پروان میگویند که یک مرد 60 ساله به گونه مرموز در این ولایت به قتل رسیده است. این رویداد حوالی ساعت 8 صبح روز یکشنبه در روستای گنداب ولسوالی شیخ علی ولایت پروان رخ داده است. به گفته منابع، این مرد مرزا حسین نام داشت و افراد ناشناس گلوی او را بریدند. منابع تصدیق میکنند که مرزا حسین از باشندگان روستای گنداب بود و با هیچ کس دشمنی شخصی نداشت. تا کنون انگیزه قتل این مرد معلوم نیست. طالبان هم تا هنوز در این مورد چیزی نگفته است. جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی میگویند به نیروهای طالبان در کابل و لغمان حمله کرده است. جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی اعلام کردند که در درگیری های جداگانه با طالبان 5 جنگجوی این گروه را در کابل و لغمان کشته و 5 عضو دیگر این گروه را زخمی کردند. طالبان هنوز درباره این ادعاهای این دو گروه مسلح مخالف خود اظهار نظر نکردند. جبهه مقاومت ملی در صفحه کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس تویتر پیشین نوشت که نیروهای این جبهه بر فرماندهی پلیس و مدیریت استخبارات طالبان در ولسوالی گلدره ولایت کابل حمله کردند. بر اساس این ادعای جبهه ملی، پس از درگیری دو طرف، یک جنگجوی طالبان کشته و یک عضو دیگر این گروه زخمی شد. جبهه مقاومت ملی تایید کرده است که یک جنگجوی این گروه در این درگیری به گونه سطحی زخمی شده است. این جبهه در اعلامیه خود از ادامه حملات هدفمند برای نجات مردم و کشور از چنگ گروه تروریستی مزدور طالبان سخن گفته است. بر اساس یک خبر دیگر، جبهه آزادی هم از حمله تهاجمی نیروهای خود بر بازگاه‌های طالبان در ولسوالی دولتشاه ولایت لغمان خبر داده است که در نتیجه آن دو جنگجوی طالبان کشته و 3 عضو دیگر این گروه زخمی شدند. این جبهه افزوده که در درگیری نیم ساعته بین هر دو طرف ضمن وارد شدن تلفات به نیروهای طالبان، یک موتر رنجر آنان نیز آسیب دیده است. در ماه‌های اخیر حملات چریکی جبهه‌های مخالف طالبان در شهرهای مختلف افغانستان افزایش یافته است. گاردین: پس از روی کار آمدن طالبان، خودکشی زنان در افغانستان افزایش یافته است. روزنامه گاردین بر اساس داده‌های مراکز درمانی در افغانستان گزارش داد که پس از روی کار آمدن طالبان، تعداد زنانی که خودکشی کردند یا قصد آن را دارند افزایش یافته است. گاردین نوشته مقامات طالبان اطلاعات مربوط به خودکشی را منتشر نکردند. خبرگزاری مقاومت در صفحه رسمی تویتر خود گزارش می‌دهد یک طالب در حمله نیروهای جبهه مقاومت در کابل کشته شد. منابع از ولایت کابل گزارش می‌کنند که در حمله نیروهای چریکی جبهه مقاومت ملی بر موتر گروه طالبان یک طالب کشته و چند طالب دیگر زخمی شده است. منابع معتبر در جبهه مقاومت ملی روز دوشنبه به خبرگزاری مقاومت تایید کرده است که نیروهای جبهه مقاومت ملی یک موتر گروه طالبان را در ولسوالی شکردره کابل هدف قرار داده. به گفته این منابع، نیروهای جبهه مقاومت ملی بر یک موتر گشت طالبان حمله کردند که در نتیجه راننده موتر کشته شده و دیگر سرنشینان موتر به شدت مجروح شدند. منابع افزودند که حمله حوالی ساعت 2 شب در نزدیک کندک حسین کود در روستای قلی ولسوالی شکردره رخ داده است. در این عملیات به نیروهای جبهه مقاومت ملی هیچ آسیبی نرسیده است. این در حالی است که یک شب پیش در ولسوالی گلدره ولایت کابل نیز از سوی نیروهای جبهه مقاومت ملی بر ساختمان فرماندهی امنیه و استخبارات طالبان حمله راکتی صورت گرفته بود. روزنامه 8 صبح گزارش می‌دهد بستن بند امیر برای زنان، استراتژی ممنوعیت تا کجا پیش خواهد رفت. دو روز پیش مولوی محمد خالد حنفی، وزیر امر بالمعروف نزد منکر طالبان به بامیان سفر کرد و در میان اعضای گروه طالبان در آن ولایت سخنرانی نمود. در آن سخنرانی ممنوعیت تازه بر زنان وضع کرد و گفت که پس از این آنان نمی توانند به پارک ملی بند امیر برای گردش بروند. او هرچند گفت که سیاحت بکنید، اما در ادامه جمله اش افزود که سیاحت نه واجب است و نه سنت. بنابراین او به گونه تلویحی با نفس گردشگری نیز مخالفت کرد که از اداره نظیر طالبان انتظار آن می رود. مولوی خالد حنفی از افراد نزدیک به ملا هیبت الله آخونزاده است. او نهاد را مدیریت می کند که در ساختمان سابق وزارت امور زنان ایجاد شده است. ساختمانی که از آن 20 سال تمام برای بهتر شدن شرایط زنان و رعایت حقوق اساسی و انسانی آنها طرح و برنامه بیرون می آمد
و به بهتر شدن وضع زنان کمک کرده بود. در دو سال اخیر پیوسته مدیریت‌ها بر زنان از همان ساختمان وضع می شود، رای که در همان ساختمان با همکاری نهادهای دیگر از جمله کمیسیون حقوق بشر، پارلمان و همه نهادهای دولتی تعیین شده بود، اکنون از همان ساختمان با همکاری نهادهای دولتی به سمت معکوس تعیین می شود. شخص خالد انفی هم به عنوان یکی از افراد نزدیک به ملا هیبت الله صلاحیت های بسیار از سوی رهبر طالبان در اختیار گرفته است. این صلاحیت ها به حوزه عمومی و اداری محدود نمی شود. برخی از آنچه ملا هیبت الله به خالد انفی صلاحیت داده به حوزه خصوصی مردم مرتبط است. یکی از عجیب ترین ممنوعیت های طالبانی منع فروش وسایل جلوگیری از بارداری زنان است. هرچند این دستور به گونه سریع از سوی طالبان اعلام نشده، اما دوافروشان از کابل و ایراد به رسانه ها گفتند که نیروهای طالبان آنها را از عرض این وسایل منع کرده است. بدیهی است که چنین دستورهای از قندهار می آید و از مسیر وزارت امر بالمعروف طالبان می گذرد. مولوی خالد انفی در بامیان در مورد دلیل ممنوعیت ورود زنان به بند امیر می گوید که این تصمیم را علمای کرام هم می خواهند، ملت هم می خواهد، امیرالمومنین هم هدایت می کند و حکم الهی هم است، در حالی که هیچ دین و آیین تفریح کردن را منع نمی کند. مردم افغانستان هم اگر می خواستند تفریح نکنند، حتما با خرج کردن پول به تفریح نمی رفتند. بار طالبان از افزایش گردشگری داخلی در بامیان خبر دادند که نشان از مجبوریت های مردم داشت و آنجا را آخرین گزینه می دانستند. همان مردمی که آمار گردشگران داخلی در بامیان را افزایش دادند، مردم افغانستان هستند. آنها اگر مخالفت تفریح می بودند تفریح نمی کردند. آنها طالب نیستند که ادعا کنند مخالف رشوت و فساد اخلاقی هستند، اما خود تا حلق در آن لجنزار فرو رفته است. طالبان که در مورد بارداری زنان تصمیم میگیرند، همه نیرویشان را بر وضع محدودیت بر زنان و بدتر کردن وضعیت انسانی در جامعه به خرج میدن. در امارت طالبانی منافع و خاص مردم بهایی ندارد. یک اقلیت کوچک حاکم بر سرنوشت مردم مطابق میل خود پیوسته برای عقب کشیدن جامعه محدودیت وضع میکند تا این گونه پایان رژیم بنیادگرای خود را به تأخیر بیندازد. با این حال آنها در مورد تخلفات نیروهای خود هیچ گونه واکنش نشان نمی‌دهد. این روزها که با گزارش رسانه‌ها و روایت مردم افراد طالبان در دوزی‌های مسلحانه و قتل‌های مرموز دست دارند، هیچ گونه اقدام تنبیهی از سوی رهبر طالبان در دستور کار قرار نمی‌گیرد. رسوایی‌های جنسی این گروه که اخیراً رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی را بند انداخته و سوژه تنزی و انتقادی جامعه شده، واکنش جدی رهبر طالبان را برنیانگیخته است. در حالی که مردم افغانستان به دلیل کوتاه کردن ریش خود اعضای ماموران امرالمعروف نزد منکر طالبان سیلی میخورند، لواطت و تجاوز جنسی مقام های این گروه شدیدترین واکنش را که برمی انگیزد برکناری از مقام است تا چند روز بعد در مقام دیگر ماموریت بگیرد یا دوباره به وظیفه سابق گماشته شود.